وزارت خارجه آمریکا گفت همزمان با مذاکرات هسته‌ای با دیکتاتوری آخوندی، موضوع حقوق بشر و حمایت این رژیم از تروریسم را هم دنبال خواهد کرد. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با ابراز نگرانی از حمایت رژیم ایران از حزب الله و رژیم سوریه و همچنین نقض حقوق بشر در ایران گفت: ما این نگرانی ها را به طور مکرر بازگو کرده ایم و فعالیت با شرکایمان را بر سر فعالیت های رژیم ایران در بی‌ثباتی منطقه ادامه خواهیم داد و تحریم ها بر سر این مسائل وجود خواهد داشت. همچنین گری کوینلند، رئیس کمیته ویژه شورای امنیت برای نظارت بر اجرای تحریم ها علیه رژیم ایران تأکید کرد. این رژیم در مانورهایش از موشک های شهاب 1 و 3 استفاده کرده و قطعنامه های شورای امنیت را نقض کرده است. وی از کشورهای عضو سازمان ملل خواست به اجرای تحریم های تصویب شده علیه رژیم ایران ادامه دهند و به تعهدات قانونی خود در سازمان ملل به رغم پیشرفت توافقنامه هسته‌ای پایبند باشند.